به چی داری نگاه میکنی؟ به انگشتر مادر خدا بیامرزد. آره یادش بخیر. دوست داشت این انگشتر رو دست عروسش بکنه، عمرش قد نبود. یادم روز عقد وقتی داشتی دستم میگردی چشات پر اشک شده بود. چه سرنوشتی داشت انگشتر، چه رازایی که با خودش داره. آره منم با خودم عهد کردم که اینو بدم به اولین عروس خانواده، زن امیر، توی همچین روزی. عزیز من دختر نداشت، دوست داشت این انگشتر رو بکنه دست عروسش. تو یه دختر داری مثل دسته یه گل، چرا واسه حدیث نگهش نمیداری؟ چه فرق میکنه؟ عروس خوب هم مثل دختر آدم میمونه. یه چیزی بگم مالک، من هنوز فکر میکنم دوتا دختر دارم. تازگی ها خیلی خواب بهار میبینم. یعنی فکر میکنی الان بچه‌م کجاست؟ مرزی یادم ننداز. ببخشید معطل شدید، من آمادم. به به، شاخی شمشاد قربون قد و بالات. خدا نکنه. من یادم رفته کادوی ارغوان رو بردارم. چه دامادی داریم ما، ماشالله ماشالله. آقا جون از دیشب میخواستم با هاتون صحبت کنم. راجبه؟ همین که آه ببینم اینجا، اصل بر اینه که با خودت رو راست باشی و کنار زندگی خودت. اگه بهت هشدار دادم، اگر با اون خانم رفتم توی شرکت و صحبت کردم، اگه باهات اتمام حجت کردم، فقط به خاطر صلاح خودت بوده. اگه صلاحت در اینه، اینقدر بهت اعتقاد و اطمینان دارم که تا آخرش پشتت وایسم. ارغوان همون دختریه که من با رضایت با رغبت رفتم خواستگاریش و تمام شک و تردیدامو قورت میدم. با دل خوش لب خندون میام توی مراسمت. ممنون آقا. خیلی شیک شدم. مرزی
سلام. پس این عروس خوشگل ما کجاست؟ منم یه ساعت معطلشم، دنبال حلقه امیرجان میگردم. حلقه که اینجاست، دیشب تو خونه ما جا گذاشتش. برو بهش بگو خونه رو زیر رو کرد. برو عزیزم، برو. منم باید بیام. تو کجا میری؟ میرم کمک ارغوان. آقا حامد چطورن؟ سلام، خوبی شما؟ ممنون. ببخشید آقای پورسلی، شما خیلی راضی به این ازدواج نبودین. چی شد یهو اینقدر عقیدتون عوض شد 180 درجه؟ خب خیلی بحث کردیم، بالاخره اون برنده شد، ولی اون منطقی رو که آدم انتظار داره در کار نبود. چه منطقی در کار بود؟ عشق. عشق یعنی بی منطقی، ولی در عین بی منطقی منطق خودشم داره. عشق همینقدر میدونم که خیلی درد بدیه. به هر حال افسانه جون، درد بدیه یا درد خوبیه، من مطمئنم یه بار حداقل عاشق شدی. بیاین دعا کنیم برای این بچه ها اتفاقات خوبی بیافته. امیدوارم، امیدوارم. بله. فکر میکنی خیلی پرت و پلا گفتم؟ نه. به کی؟ به خانم افسانه. وقتی ازم پرسید هر دوان واسه چی تاریخ حد و جلو انداخته، واسهش نمیدونستم چی جوابشه، نمیدونستم بگم به خاطر بیماری شما تاریخ حد و جلو انداخته. نمیدونم. زن بیچاره، شاید این آخرین خوشی زندگیش باشه. عمق دست ما نیست، شاید ما زودتر رفتیم. آقا جون، این حرفا چیه؟ ناسلامتی داری میری مقت کنون ها؟ میشه اینقدر حرف مرگ رو میری نزنی؟ امیر جون، داداش میشه اون ضبط رو روشن کنی؟ یه آهنگی، چیزی؟ ای به چشم، بفرمایید.
ببخشید. سلام علیکم. سلام علیکم. ببخشید تعطیله بود. تعطیله؟ ما وقت عقد داشتیم. شما؟ پورسلی. با مشکات. من وقت گرفته بودم. مدارکم دادم خدمت منشیتون. آه حالا شما خوبه؟ یه مشکلی برام پیش اومده متاسفانه. چه مشکلی؟ مدارک به همراه شناسنامه شما و دو تا زوج دیگه گم شده، البته به سرقت رفته. یعنی چی به سرقت رفته؟ سرقت رفته. خودمونم نمیدونیم متاسفانه چه اتفاقی افتاده. زنگ زدیم پلیس بیاد، میتونی تشریف داشته باشی. آخه امنیت اینجا رو کی باید تامین کنه؟ یعنی چی گم شده؟ مگه میشه همچین چیزی؟ خب دیگه دروغی ندارم بگم. به سرقت رفته. ما کاری نمیتونیم بکنیم. حالا با چیکار کنم؟ من از شما عذرخواهی میکنم. این دفتر 40 ساله که دایره و هیچ وقت از این اتفاقا نیفتاده. همونجوری که عسکرا میتونی تشریف داشته باشی تا پلیس بیاد و رفع رجوع بکنه. خواهش میکنم با چه نظرت. به درد کی میخوره شناسنامه های شما؟ دیگه بالاخره کاری میکنه شده. یا اسناد مردمو که نمیتونن اونجوری بزنن که دزدی بده. اینقدر خودتو ناراحت نکن عزیزم. به هر حال اتفاق میفته. منم همینو میگم بهش. آره. اتفاقه. فقط نمیدونم چرا هرچی اتفاقی باید واسه من بیافته. عزیز دل من، گرفتن المثنا یه هفته، فوقش دو هفته. همچین فاجعه غیر قابل جبرانی که اتفاق نیفتاده. راست میگن دیگه، شما ها که این همه صبر کردین، یه هفته دیگه هم باشه. اینو قربونت برم. چی هیچ گزارش تهیه کردن، گفتن رسیدگی میکنن. من فکر میکنم موندم اون که اونجا بیفایده است. نمیدونم چی بگم. درست میشه ایشالله. درست میشه عزیزم. مراقب خودت باش. خیلی مواظب خودت باش. شما نگران نباش، درست میشه. روزتون بخیر. با اجازهتون. خدا قربونت برم. خدا حفظت. شما نمیخوایم بیاد؟ الان میام آقا جون. خدا نگهدار. میخواید من باهاتون بیام؟ نه تو فقط برو شرکت. از صبح تالش اونجا نیست معلومه صبح چه چشم حتما. ارقم رو ناراحت نباش دیگه، خودم همه چی رو درست میکنم. درست میکنم. میدونم تو چه فکری. الان مطمئنی که کار من بوده. البته ناراحتم نیستم. خودت میدونی از اولم راضی نبودم به این ازدواج. من اگه میخواستم جور دیگه جلوتو میگرفتم. نه اینجوری بچه گونه شناسنامه بدزدم. خیلی احمقی اگه بهم شک کنی ارغوان. من به شما شک ندارم مامان جان. خیلی هم بابت لطف و محبتتون ممنونم. پیاده نمیشی مگه؟ حوصله خونه رو ندارم مامان. میرم یه سر شرکت. با این سر و وضع؟ حالا میام خونه عوض میکنم. خودت میدونی. راحت شد نه؟ کار خودتو کردی؟ خیالم از چی راحت شد؟ کدوم کار؟ اما عنایت شما این عذر میخوام، خیال کردم هاتف رو گرفتم. هاتف خوابه، میخوای بیدارش کنم؟ نه امون جان لازم نیست، خودم بعدم باش حرف میزنم. ارغوان میشه بگی چی باعث شده اینقدر عصبانی باشی؟ شناسنامه همونو دزدیدن امون.
نتونستیم عقد کنیم. حتی اول از همه به هاتف شک کردی ها؟ ببینم هاتف ممکنه از عشق تو بسوزه و بسازه، ولی اهل انتقام گیری و عقده گشایی و این حرفا نیست. من پسرم خوب میشناسم، میتونم بهت اطمینان بدم که از جانب هاتف هیچ مشکلی برای تو به وجود نمیاد. ممنونم عمو جانم، وقتی اینطوری با هم حرف میزنین دلم گرم میشه. خوشحالم تو و مادرت همیشه میتونین رو من حساب کنین. تمام زندگیمون به پشتوانه شما بودم. خداحافظ دخترم. دوستتون دارم. خداحافظتون. سلام. بفرمایید. بیا. خیلی ممنون. پپرونی دوست داشتی دیگه، نه؟ خیلی باحالی تو. یه جوری رفتار میکنی انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. اگه جلوتو نگرفته بودم خیلی اتفاقا ممکن بود بیفته. تو نگران من نیستی، حتی نگران خودت هم نیستی، فقط میترسی افسانه دستش رو بشه. گوش کن، من و تو و افسانه و ارغوان 30 ساله که سرنوشتمون به هم گره خورده، یعنی هر بلایی بیاد سر هممون میاد. اینو تو کله پوکت فرو کن، فهمیدی؟ داری میری بهشون تبریک بگی؟ مراسم عقد به هم خورد. یه نفر شناسمه هاشنا کش رفته. یه نفر یعنی تو یا افسانه؟ حالا زیاد ذوق نکن. چند روز عقب افتادن عقد دردی رو دوا نمی کنه. تو دیگه راهی به دل ارغوان نداری. اینو بپذیر و باش کنار بیا. قبلنم بهت گفتم من اهل سوختن و ساختن نیستم. هر قوان اگه مال من نشه مال کس دیگه هم نمیشه. بله، ولی قوانین این دنیا رو جنابالی نمی نویسی. عاقبت یه آدم یاغی
یا مرگ یا حبس. این اتاق برای تو بهشته. اینو وقتی پشت میله ها قرار میگیری میفهمی. من از پشت میله نمیترسم. صحبت ترس نیست، صحبت عقله. عاقل باش حاطف. بعضی وقت آدم تسلیم شه، رها کنه، بذاره بره، بپذیر. دستا باز میکنی بابا؟ بذار تو فرصت دارم یه کاری بکنم. غذاتو بخور فعلا. آرومتر که شدی با هم بیشتر حرف میزن. نرو بابا، برای اینجا ول نکن. من میام بیرون بالاخره از اینجا. جانم ارغمان. الو امیر جان، کجایی؟ چی کار میکنی؟ دارم پیشنهاد شرکت‌های همکار رو بررسی میکنم برای عقد قرارداد. خیلی دلگنده ای به خدا. عقد خودمون به هم خورده، تو به فکر عقد قراردادی؟ خب میگی چی کار کنم؟ خودمون به در دیوار بزنم چیزی عوض میشه؟ اتفاقیه که افتاده. امیر من دارم از فکر و خیال دیوونه میشم. چرا بین اون همه شناسنامه باید شناسنامه ما رو ببرن؟ پس توهم توتم داری؟ حالا به کسی هم شک داری؟ نمیدونم. نه ارغوان، این فکرهای بچگونه رو از سرت بیرون کن. هیچکی با ما پدر کشتگی نداشت، هیچکی هم با ازدواج ما مخالفتی نداشت. اگه میبینی که بابام یه خورده گیر داشت سر ازدواج ما، به خاطر حول و عجلمون بود. همین. آره درست میگی، حق با تو. خیلی خوب عزیزم، شما رو استراحت کن، یه خورده بهتر شی. با من کاری نداری؟ نه خداحافظ. خداحافظ. چه رنگ قشنگی انتخاب کردی؟ ببینم. آره عزیزم. سلام عزیزم. اینجا شکل پنج. آره آره. بازه میشه؟ آره پنج. الان میام عزیزم. کیه؟ ارغوانه مامان جان. این آیفون هم کار نمی کنه مامان، در باز نمی کن. آقا جونت اومد، میگم یه نگاهی بهش بندازه. اینو که خوندی ببین. سلام زن داداش. سلام عزیز. چه خوبه که به هم میگی زن داداش، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. من و امیر رفتیم محضر، عقد کردیم و خوب و خوش برگشتیم خونه. ولی قربونت برم، من از روزی که ما اومدیم خواستگاری تو برای من زن داداش. عزیزم آقا جون هستن؟ نه رفته به پناهجوها سر بزنه. مامان مرزی چطور؟ آره شاگرد داره. ببینید خوب کردی اومدی.
منم خیلی دلم گرفته بود. نمیدونم چه مرگم حدیث. همش احساس میکنم همه دارن جلو پام سنگ میندازن که به امیر نرسم. خیلی قربونت برم من. طبیعیه یه ذره بدبین شدی با این اتفاقاتی که افتاده. هر کی بود بدبین میشد. ولی ببین، ما تو درسامون داستانه عاشقانه خیلی زیاد داریم، همش هم پر از فراز و نشیب و پستی بلندیه. بدون این بالا پایینام که دیگه لحظه وصال مزه نمیده که میده. قربونت برم، نفست از جای گرم بالا میاد. به قول خودت این بالا پایینا رو نداشتی که بفهمی من چه حالی دارم. از کجا میدونی نداشتم؟ خب به هر حال تو پارسا دیگه الان عقد کردی، مال هم دیگه این. هر وقت بخوای میری خونه خودتون، دغدغه ای نداری. آره ما دیگه دغدغه نداری. تو چه میدونی من چه مرغوام؟ چه میدونی تو این دل واموندم چی میگذره؟ نمیدونی چه روزایی دارم میگذرونم. چی شده عدیس؟ با پارسا مشکل داری؟ کاش مشکل داشتم، کاش اقلم بدونستم کجاست که منو به این روز میداختم. حدیث حدیث چه؟ خودش خبر داره؟ چه زنگ میزنه؟ در دسترس نیست. میگم نکنه خدایی نکرده مسئله ای اتفاق یه چیز. نه این چند ماه پیشم همینطوری یه غیب شد. بعد من هرچی زنگ میزدم پیداش نمیکردم. خیلی هم دنبالش گشتم، یه خودش سرگلش پیدا شد. بده خب بعد اون وقت نگفت کجا بوده؟ چرا گفت؟ مامانم برده بودم ترکیه. نمیدونم خالم کلی اشیرات پیدا کرده بود. یه سر چرت و پرت گفت، منم همه رو قبول کردم. ولی الان دیگه هرچی بگه قبول نمیدونم. حدیث جان من نمیخوام ناراحتت کنم، ولی این چیزایی که تو داری میگی به نظرم این آدم آدم بی مسئولیتیه. هیچ مردی حق نداره زنشو بذاره تو نگرانی. خودت دارم از ترس سکته میکنم. اگه خودشونم بفهمه چی باید زودتر باش حرف بزن. با کی؟ پارسا دیگه. باید بریم سراغش. گفتی توی مغازه کار میکنه نه؟ آره ولی دلش نمیخواد من برم محل کارش. مگه اون مراعات تو رو میکنه که تو داری مراعات اونو میکنی؟ الان وقت این حرفا نیست حدیث. دیر به جمعی شکمیل میاد بالا. وای خدای من رو بکش. خدای من پاشو پاشو را بیفت میریم سراغش. من بیرون وای میستم، تو برو تو باش حرف بزن. نمیدونم اصلا بهش چی بگم. باید بگم چی کار کنه الان. حدیث جان قضیه حیثیت و آبروی خانوادته، باید هر چه زودتر برین سر زندگیتون. همین پاشو پاشو را بیافت پاشو سریع بریم. آره پس چی؟ بلند شو. مشام همیشه همین. ماما من نمیرم کتاب خونه. تو این روزا هر روز داری میری کتاب خونه؟ خب چیکار کنم تو خونه تمرکز ندارم، همش برو بیا ماجراست. یه روز امیر یه روز حدیث. ترس نمیشه خونه اینجوری که.
عزیزم مسئله آینده شونه، همینجوری که نیست. آینده که فقط عقد و عروسی نیست، خب امتحان و درس منم آینده است دیگه. حسودی نکن تحت آقاری، تو که از حولت داشتی زودتر از اونا ازدواج میکردی. حالا این امتحان چی هست؟ یه امتحان خیلی مهمه، حالا به موقعش بهتون میگم. خیلی خوب، برو مواظب خودت باش. خب کجا بودیم؟ سلام میشه خانم. به به، آقا عامر چطوری؟ انقدر چسبیدی به درس و کتاب که دیگه ما رو فراموش کردی. آره اختیار دارین، بالاخره این یه راهی که خودتون جلو پام گذاشتین دیگه، باید تا تش برم دیگه، باید موفق باشه. باریکلا به این پشت کار. کجایی؟ داشتم میرفتم کتاب خونه. یکی دو ساعت تعطیل کن بیا ببینم. خیلی دوست دارم ببینمتون ولی واقعا نمیتونم، همین جوریش هم از برنامه عقبم. ای بابا، برنامه که مال ربات، تو آدمی زادی. بیا بیرون یکم مخت هوا بخوره. گفتم که واقعا نمیتونم. ای بابا فقط یکی دو ساعت. باش کجا؟ همون کافه همیشگی. باش میبینمتون. فعلا خدافظ. رفتم به صاحب مغازه میگم من نامزدشم، میگه تو چه جور نامزدی هستی که نمیدونی اینجا دیگه کار نمیکنه. کار نمیکنه؟ میگه چند روز پیش اومد گفت من دیگه نمیتونم کار کنم، جمع کرد رفت. میگه از اول من به یه سری از کارا شک داشتم، اصلا دل و دماغ نداشت کار کنه، این کاره نبود. خب چیز عجیبی هم نیست، دانشجوی ادبیاتو چه به فروشندگی. کسی مجبورش نکرده بود ارغوان، من خودم مخالف بودم. اون اصرار داشت زودتر بره پول داره رو عروسی بگیره. میگم شاید پشیمون شده، خواسته برگرده سر درسش، ازت خجالت کشیده خودشو قایم کرده. ها شاید میخوای بریم در خونش؟ نه من نمیخوام. مامان باباش منو با این قیافه بره، ببین به چه روزی انداخته منو. حدیث، هر تصمیمی بگیری، هر کاری بخوای بکنی، من کنارتم. خب قربونت برم، من خواهر نداشتم ارغوان، ولی اگه داشتم از این بهتر نمیشو. الو مامان جان، بیرونم. باشه چشم، خداحافظ. عزیز دلم من دیگه مزاحمتو نمیشم. کجا بشین؟ خودم میرسونم. من قربونت برم، من همینجا اتوبوس بگیرم، 10 دقیقه دیگه خونم. خب خیلی هم مزاحمت شدم، مرسی که اومدی. عزیزم مراقب خودت باش. خب تو هم همینطور. خداحافظ. خداحافظ عزیزم. قهری؟ نه بابا، قهر که برای بچه هست. چرا انقدر سرسنگینی با من؟ چون نگرانتونم، یعنی فکر میکنم یه مشکلی دارین که دارین از من مخفی میکنم. حامد، اولا که مشکلی ندارم، دوم اصلا دوست ندارم که تو درگیر قضیه بکنم، چون تو به اندازه کافی دغدغه داری. بعدش هم الان همه چی رو به راهه. یعنی اون آقای دیگه مزاحمتون نمیشه؟ اون آقا دیگه مزاحمم نمیشه، مطمئن باشم دیگه. وای حامد بس کن دیگه. ای بابا ما حرفی مهمتری هم داریم اینجا بزنیم. تو اصلا تو این چند روزه ایمیل تو چک کردی؟ ایمیلمو نه، مشغول درس و
امتحان بودم. چطور مگه؟ مشغول درس و امتحان. چه کن دیگه. خبریه؟ ببین. انگلیسی نوشته. از طرف آقا نیما هست. چی نوشته؟ نوشته که اینجا تو هاروارد یکی از مقالات کلی سر صدا کرده. زودی کاراتو بکن، اینجا بهت احتیاج داریم. وای خدا. یالا. روزی 20 صفحه بعد اینو بخونم، بهم انگیزه میده. میدونستم. فقط الان یه مشکلی هست. زمانی تا آزمون نمونده. بخیال بابا، تو از پسش برمیای. میدونی چقدر جزوه و درس مونده؟ خیلی خیلی ها. یه دقیقه بایسا، چیزی من بهت بدم که از پسش برمیای. همون چی میگردی؟ چی هستی؟ این یه جورایی بهش میگن قرص شب امتحان. بعد اینو بخورم چی میشه؟ همجوری خود به خود همه چی حفظ میشم؟ نه بابا، حفظ نمیشی. یه جوری تمرکزتو بالا میبره، خوابت هم میپرونه. من خودم دانشجو بودم استفاده میکردم. الانم یه وقتایی خیلی خستم به کارم میاد. یه بار که امتحانش ضرر نداره. نه اتفاقا الان خیلی هم لازمه برام. میدونی یک ساعت هم برام یک ساعت. کجا؟ چیکار میکنی؟ باز که سر کلت پیدا شد. گم شو برو بابا. با من اینجوری حرف نزن ها. گوشتو میبرم میذارم کف دستت. پیش من نکناله میکنی که یه قرون پول ندارم. این چیه؟ اینو بفروش پول مردم رو بده. شاسی بلند سوار میشی با پول مردم؟ صداتو بیار پایین. صدامو بیارم پایین؟ صدامو نمیارم پایین. بابا من خودم نیست. دادن دستم باش کار کنم. حتما مسافر کشی. نه. جوون بدبخت کنی، پدر سوخته بازی، خونه خراب کنی. گوش مردم رو میبرم تو گوشمو نباری. بیا بگیر ببرش. ببرش صاحبش بیفته دنبالت بفهمی کیه. از خودت هم نامردتره. این حرف عالی نیست. به من گفتی آخر ما پولمو میدی. الانم آخر ماه. پول منو بده برم دیگه. سر بهم وقت بده. قرار پول دستم بیا. چی رو زمان بدم؟ زمان هم به بابات دادم هم به اون داشه. حالا نوبت تو منو بازی بدی؟ من حرفم حرفه. قرار پول دستم بیا. فقط یکم به مهلت بده. الان حرف مرداشم حرف نیست. ببین این سری که اومدم اینجا دیگه باهات حرف نمیزنم. یه جوری میزنم تا بیمارستانم زنده نرسی. شیرفهم شد؟ هری. نگه دارید من شیشه شیرشو بهش بدم. این شیشهش توی ساکشه، میشه به من بدین؟ ممنون. اینجا مرسی هست. اینجا سخته نه؟ خب آره سخت که هست، اما شیرینه. متأهلی؟ نامزد دارم. بستگی داره بالاخره شوهر چه جور آدمی باشه. آدم خوچویه. منظورم اینه که مسئولیت پذیر باشه، تو بارداری هوا تو داشته باشه، بهت آرامش بده، وقتی هم که بچه به دنیا اومد دست تنهات نذاره. وگرنه خب بالاخره سخت میگذره. آقا
بچه بغلمون ها، ببخشید یکم یواشتر. جونه جونه عزیزم. خورم چی میشه؟ همینجوری خود به خود همه چی حفظ میشم؟ نه بابا حفظ نمیشی، یه جوری تمرکزتو بالا میبره، خوابت هم میپرونه. هانیه. بله خان. عزیزم اینو ببر. بله چشم. شما که هنوز چیزی نخوردین خانم؟ نمیخوام، از اون دم نوشات برام درست کن، دم نوش آرامش بخشا هست. بله حتما. دست درد. سلام آقا خانم. سلام عزیزم. جانم مامان جان، کاری داشتی؟ عزیز دلم بیا اینجا پیش من. لب و لوچه چرا آویزونه؟ دنیا که با آخر نرسیده. بیا بیا یه خبر خوب برمیدارم. امروز میخواستم بعد از عقدتون یه جلسه سه نفره بذارم که نشد. جلسه برای چی؟ برای آینده شرکت. میخوام مدیریتو کلن بدم دستتو. دست من؟ نه به این سرعت. آروم آروم مسئولیت‌ها رو بهت واگذار می‌کنم تا جا بیفتی حسابی. به هر حال این کاریه که می‌خواستم انجام بدم. فکر نمی‌کردم به این زودی ازدواج کنی. اونم با کی؟ کسی که قرار بود کلاً قربانی یه سری زد و بند بشه، الان داره میشه دامادم. البته نیمه پر لیوان اینه که پسر زرنگیه. وقتی اون کنارت باشه، قطعاً مدیریت قوی‌تری خواهد داشت. من هم دیگه با خیال راحت خودم رو بازنشسته میکنم. میدونی داریم یه سری قرارداد میبندیم؟ آره، امیر بهم گفت داره پیشنهادها رو بررسی میکنه. او باریکلا بررسی میکنه؟ به ایشان بفرمایید که من هر قراردادی رو میخوام ببندم قطعا به نفعمونه که میگم.
شما همیشه کارتونو بلدین مامان جان. حالا ما باید چی کار کنیم؟ شما باید جنمتونو نشون بدین، درست کار کنین که من از تصمیمم پشیمون نشم. چشم. چشمت بی بلا. برو لباس تو عوض کن، شام بخوریم. چشم. سلام مامان جان. سلام، صبحت بخیر. صبح شما بخیر. وایسا ببینم. جان، چرا انقدر رنگت پریده؟ نه، یه ذره کم میخوابم این شبا. آقا جون کجا؟ رفته نون بخره. صبحونش آماده کن تا بیاد. چرف. براش نیمرو بپز. با کره. بله. حامله ای؟ تو حامله ای؟ منم هر وقت باردار می شدم از بوی کره و تخم مرغ اینجوری حالم به هم می خورد. چه غلطی کردی دختر؟ مرزی؟ مرزی؟ ها چای چی شد؟ آقا تازه گذاشتم جوش بیاد، الان میرسم برات. بچه ها کجا؟ نمیان صابونه بخورن؟ امیر زود رفت شرکت. حامدم چراغ اتاقش تا صبح روشن بود. بذار بخوابه، نمیخواد صداشون کنی. حدیث کو؟ حالا یه روزم تو دو نفره صابونه بخوری، مگه چی میشه؟ چیزی نمیشه.
از پارسا خبر داری؟ چطور مگه؟ همینجوری بخواستن آخر ماه بیان که تاریخ عروسی رو مشخص بکنی. آره میان، حتما میان. دیگه باید به زودی عروسی بگیرن. مرزی تخمه به دامادشو؟ مرزی؟ ها بله. چایی؟ تخمه مرغ، تخمه مرغ دامادشو. چرا؟ الان برات میارم. چیزی شده؟ بله. امروز یه جور دیگه یا؟ نه بابا هیچی نیست مالک، اینقدر به من گیر نده، فقط یکم کم حوصله هم همین. کم حوصله؟ چرا؟ همین جوری بکنم الان آب جوش بیاد بتونم برات یه چایی بریزم. یکی دو دقیقه مونده. سلام سید عزیز، صبحت بخیر. چی شده؟ دوباره؟ ای بابا. باش همین الان میام. چی شد دوباره؟ سید الان میام. به بچه ها رو یه صبونه. خاکی تو سرم ریختی. ببخشی با به جای گریه کردن حرف بزن. پارسا میدونه؟ نه. پاش الان بهش زنگ بزن. نمیتونم. میتونی یالا. دوباره غیب شده، موبایلش در دسترس نیست. چی؟ دم مغازشم رفتم، گفتن خبر ندارن کجاست. چه خاکی به سرم شد. پاشو لباسو بپوش، آمادشو بریم. کجا؟ بریم سراغش، بریم در خونهش، بریم پیش پدر مادرش. گریه نکن. واسه اولین بار تو زندگیم از پدرت پنهونکاری کردم، برای که مجبور بودم. اون بدبخت هزار تا گرفتاری داره، این درد داغونش میکنه. حدیث پاشو. هم خوشحال شدیم هم جا خوردیم. شما اینجا؟ اگه کار ضروری نبود مزاحمتون نمیشد. خواهش میکنم. این چه حرفیه؟ مشکلی پیش اومده؟ مشکلی که شما از پارسا خبر دارین؟ یا ابوالفضل اتفاق براش افتاده؟ طوری که والا ما چند روز هستن ازش خبر نداریم، مثلا نمیدونیم کجا هست. بابا ترسیدم، فکرم طوری شده. نه مشکلی نیستش، حتما کاری پیش اومده، رفته سفر جایی. سفر؟ نه بابا بعید میدونم، اگه میخواست بره مسافرت کرد من به حدیثشون میگفت. من اصلا اینقدر نگرانش شدم که حتی رفتم به محل کارش، گفتن دیگه اینجا کار نمیکنه، چند وقت رفته سفر که بی خبر نمیره. آره سر کار که نمیره. شما شماره جدیدی ازش دارین؟ نه من فقط یه شماره ازش دارم. مگه شما ندارین؟ شماره‌ای که ما ازش داریم مثلا در دسترس نیست. حتی پیامایی هم که براش میفرستم مثلا نمیرسه به دستش. بذار من یه بار بگیرم، شاید جواب منو بده. نه تو دسترس نیست. شما شماره دوستی آشنایی کسی رو ندارین که ازش خبر داشته باشه بتونین باهاش
ارتباط برقرار کنیم؟ نه پارسا دوست آنچنانی نداره که من بخوام سراغش از اونا بگیرم. حالا شما بد به دلتون را ندین، هر جا بشه برمیکرده دیگه. ببخشید عذرخواهی میکنم، من این خانم میشه من چند دقیقه با شما صحبت کنم؟ آره چرا که نه. البته اشتباه و ندونم کاری از هر دوتاشون بوده، اما هر جور شده باید این قضیه رو جمع جورش کنیم. پارسا هم که سر به زنگاه غیبش زده و معلوم نیست کجاست. البته این دفعه اولش هم نیست متاسفانه. بازم این کار کرده؟ بله. من این خانم جون، شما یه زنی اینو خیلی خوب میفهمی، این اخلاق خیلی بدی برای یه مرد که هر موقع دلش خواست سرشو بندازه و بره این ور اون ور، نه به زنش خبر بده، نه تعهدی داشته باشه، نه مسئولیتی داشته باشه. من شرمندم، چی بگم؟ شما عزیزی، اما قبول کنی که شرمندگی شما به درد من نمیخوره. من شوهرم مریضه، استرس و اضطراب براش واقعا مثل سم میمونه. اگر این موضوع رو بفهمه من نمیدونم چه بلایی سرش میاد. وای نه تو رو خدا، نذاریم بفهمه، خودمون یه جوری حلش میکنه. من دارم خواهرانه بهتون هشدار میدم، خواهش میکنم تا کار به جای باریک نکشیده هر جور شده پارسا رو پیدا کنه. چشم چشم، من بهتون قول میدم. ممنونم، ببخشید. حدیث نمیخورم. مام مام منو ببخش. بخشیدن من چه اهمیتی داره؟ اتفاقی که نباید میافتاد افتاده. میدونم مایه آب رو ریزتون شده. به خود اگه پارسا پیدا نشه. پرتو پلو نگو، آب میوه تو بخور. نمیخور. تو صبونه هم نخوردی، اگه به فکر خودت نیستی لااقل به فکر بچه ای تو شکمت باش. همیشه فکر میکردم از خبر نوه‌دار شدنم کلی ذوق میکنم، دیگه فکر نمیکردم که اینقدر شوکه بشم. اما خب به هر حال اینم یه جور امتحانه دیگه، کارش نمیشه کرد. آب میوه‌تو بخور. درست مثل بچگیات، سر لج که میافتی لب به غذا نمیزنی. اصلا فرق نکردی، فقط هیکلت درشت‌تر شده. همین، اگه دلخوریت از اینه خیلی خوب، میتونم دستاتو باز کنم، ولی به فکر لیز خوردن و در رفتن نیفت، چون من همه جا آدم دارم، هر جا بری دستگیرت میکنن که کتبسته تحویل میدن. جایی نمیرم، نگران نباش. به حرفات فکر کردم، حق با تو بود. من خیلی وقت بازی رو به این پسر باختم. هرچی هم بیشتر دست و پا بزنم بدتر خودم رو خراب میکنم. به قول تو
بهتره یه بازنده با وقار باشم. پدر بودن سخت‌ترین کار دنیاست. اینو نمیفهمی تا زمانی که خودت هم پدر بشی. بیا بگیر. پاشو بیا بیرون. بفرمایید چرا از خودتون پذیرایی نمی‌کنید؟ راحت باشین، من همینجوری توضیح میدم. در این فاصله شرکت ما داره فعالیتاشو گسترده تر میکنه. همکاری با برند شما هم خب طبیعتاً یکی از هدفهایی که ما دنبال میکنیم هست. علتش هم اینه که اعتماد شرط اولمونه و شرکت شما اعتماد ما رو جلب کرد. لطف دارین شما، همکاری با شما باعث افتخاره. خواهش میکنم. فقط برای تنظیم قرارداد از این به بعد دخترم و دامادم آقای پورسلیم کارا رو پیش خواهند برد. امضای ایشون امضای من خواهد بود. اگر سوالی هست، مطلبی هست، میتونید با ایشون مطرح بکنید. میبینمتون. فعلا. خواهش میکنم. خواهش میکنم. بفرمایید. پورسلی میشه یه توضیح در مورد شرایط قرارداد بدین؟ بله حتما. تا شما از خودتون پذیرایی میکنی من یه نکته باید به خانم بگم. الان برمیگردم. قرار به آقای مرادی رو ریجی کنم. خانم چی شد؟ خانم من که گفته بودم نمیتونم این مسئولیت رو قبول کنم. امیر دوباره شروع نکن. خواستم سهام شرکت رو به نامت کنم، گفتی نه، یه وجدان درد گرفتی. ارغوان دختر منه ولی نمیتونه این شرکت رو اداره کنه، توان مدیریت نداره، برای اینکه رویه حساسی داره. اگه بخوام مسئولیت رو بسپارم اون کلا بیزنس میره رو هوا. بفهم اینو، اینقدر با من جونه نزن. به تو برو به کارت برس، منتظرن امیر. چشم. مامان مرزی فهمید؟ آقا جون چی؟ خب خدا رو شکر. حدیث جان انقدر ناراحتی نکن. ببین استرس هم برای خودت ضرر داره، هم برای اون بچه. میفهمم. ببین من یه دکتر میشناسم، بهت معرفی میکنم، بری پیشش برای سونوگرافی و چکاپ. قربونت برم، میام بهت سر میزنم. مراقب خودت باش. خداحافظ. عقبان. جلسه تموم شد؟ امیر هنوز تو جلسه است. آخه میخواستیم بریم برای شناسنامه تقاضا بدیم. میرین عزیزم، الان جلسه تموم میشه. اومدم بهت بگم که موافقی برای فردا شب امیر و خانواده‌اش رو دعوت کنیم بیان. امیر و خانواده‌اشو؟ اون رو دیگه، امیر و خانواده‌اشو. عالیه. بعد از این ماجرایی که پیش اومد دور هم جمع شیم، یه خورده حالمون خوب شه. بالاخره فامیل شدیم دیگه. خیلی فکر خوبیه. پس تو به امیر بگو، منم زنگ میزنم به مادرم. چشم. قربونت برم که به فکر همه چی هستی عزیز دلم. اختیار داری؟ بله چشم، حتما. خدا نگهدار. مرزی، حالا چه لزومی داشت که من با ایشون صحبت بکنم؟ خودش گفت دلش میخواست شخصا دعوتت کنه، میخواست احترام بذاره. همه رو دعوت کرده، اصرارم داره که آقا پارسام حتما باشه. بهش زنگ بزن بگو دیگه. به کی آقا جون؟ به پارسا دیگه. نه. نه یعنی چی؟ زشته دعوت کردی. آقا چون آخه پارسا میخواد، یعنی رفته سفر کاری، نمیتونه بیاد. چه سفر کاریه؟ مگر توی موبایل فروشش نیست؟ نه چیزن اینا، جنس که میاد میبرن شهرستان، نمایندگی ها میدن به شهرستان، نمیتونه بیاد. ببخشید. علیس
مرزیه بمیشی. اینا بینشون چیزی شده؟ نه چی تو مگه؟ این من و من کردن ها چی بیدونم؟ پارسا حداقل هفته یه بار به من زنگ میزن، الان 10-12 روزه که ازش خبری نیست. نمیدونم، شاید بینشون بحثی چیزی شده. چرمونن دیگه، بهتر شما اصلا برو خودت نیاری. به هر حال تحتوی قضیه رو در بیار ببین چی. سلام مامان جان. سلام عزیزم، خوبی؟ خسته نباشی. ممنون. تنها نشستی؟ بقیه کجا؟ رفتن اتاقاشون، الان اینجا بودن. پوشی امیر جان. جانم یه دقیقه بیا. چی شده مامان؟ یه مسئله در مورد حدیثی بعد بهت بگم. بیا تو. چقدر خونش رو هم میزنی هانیه، ولش کن بذار جا بیفته دیگه. بله چشم، ولش کن. برو به کارهای دیگر برس. برو من آدم ها رو میشناسم با یه نگاه، همونطوری که تو رو شناختم با یه نگاه. فقط خودم رو نتونستم بشناسم. کسی که جوری عاشق میشه که هیچ کسی ندیده. فرزانه تو و بچه ای که رفت همه ی وجود من بودی. حیف که مالک نذاشت. ببخشید من که اینجا بودم خانم، شما گفتین برو. خیلی خوب حرف بزن برو اینجا درست کن. اجازه است؟ جانم آقا جون. تو که هنوز نشستی، پوش بریم. من نمیام آقا جون، شما برین، من درس دارم. هر وقت من از در اتاق تو رد شدم میبینم زل زدی به اون کتابا، چیکار داری میکنی تو؟ پاشو، پاشو بریم. خب آقا جون عقبم. عقبی؟ از چی عقبی؟ از برنامه درسیم. کدوم برنامه؟ یه هفته از دانشگاه شروع شده، اونم ترم جدیده. تو هم که دانشگاه نرفتی، معلوم است چیکار داری میکنی آمه؟ آقا جون من الان توی شرایط خاصیم، یعنی یه امتحان خاص دارم، شما نمیتونین درک بکنید. آقای خاص، من نگرانتم، میفهمی؟ چشمات از حدقه زده بیرون، قیافت شده عین مریضا. حداقل اگر با ما نمیای یه دو سه ساعت به خودت فرصت بده، استراحت بکن، بعد شروع کن. چشم. میگی چشم، ولی باز دوباره کار خودت رو میکنی. باشه. یادی. این نمیاد بابا، حال نداره بزن به نصیبش میشه، میاد اونجا حال رو باید خراب کنه. نمیاد دیگه چیکار کنه؟ برش کنید آقا جون، بیاید بریم بزنید آقای نابغه به درسش برسه. راست میگه آقا جون، بیاییم بریم بزن اونم درسش رو بخونه.
راضی به زحمت نبودیم خانم مشکات. خواهش میکنم، دیدم بعد از اون ماجرای عقد هممون حالمون خوب نیست، خصوصا این دوتا بچه خیلی دل شکستن. یه دوره همی بگیرم با هم دیگه معاشرت کنیم، حالا هوامون عوض شه. نه ممنونم از لطف. به هر حال باعث مباهات منه وصلت با شما. خوشحالم که ارغوان رو به خانواده‌ای مثل شما میسپارم. خیلی لطف دارین شما. باور کنین که ارغوان برای ما با حدیث هیچ فرقی نمی‌کنه. ممنونم. من و امیر رفتیم فرم پر کردیم، تقاضا دادیم برای شناسنامه‌ها. گفتن تا چند روز دیگه آماده میشه. حالا میبینی که این واسه تو یه خاطره خیلی قشنگی میشه. هیچ وقت روز عقدتون رو یادتون نمیره. حدیث جان، شما چقدر امشب ساکتی؟ که شیرینی عروسی شما رو بخوریم انشالله. از قدیم گفتن آسیا به نوبت، اول امیر و ارغوان، بعدش هم پارسا و حدیث. این آقا پارسا دوست ندارن با ما معاشرت بکنن؟ نیومدن امشب باز؟ سر کار گیر کردن، شرمنده، ببخشید. به هر حال داماد خانواده پورسلیم شدن، یعنی از هفت خان رستم گذشتن. حتما خیلی سخت انتخابش کردین، نه آقای پورسلیم؟ بله، جوان خوبیه، برازنده، خانواده دار، با وقار. چه خوب. به هر حال منم یه دختر بزرگ کردم، میدونم که بچه چقدر برای پدر مادر عزیزه، خصوصا دختر، و اینکه دختر برای پدر خیلی عزیزه، نه حدیث جان؟ بله. تدارکی دیدین افسانه جون، واقعا خیلی زحمت کشیدین. من معمولا اهل آشپزی نیستم، یعنی وقتشو ندارم، منتها گفتم امشب یه خودی نشون بدم که کدبانوییمو به رختون بکشم. واقعا هم به رخمون کشیدین، دستتون درد نکنه. همین دیلی من آب به من میدی. چی شد بابا؟ حالت خوش نیست؟ نه چیزی نیست آقای جون، خوبم. رنگش هم یه خورده پریده. خب هیچی نمیخوری آخه، ضعف کردی. باز من یکم کشک بادم جون برات بکشم. دست شما خیلی خوشمزه است، اینو سفارشی درست کردم. کافیه؟ بله. لابد این حال از دوری آقا پارساست. الان چه وقت سر کار رفتن بود؟ من که میگم داماد آدم همیشه باید جلو چشمش باشه. دست از سر امیرم بر نمیدارم و از الان بگم. شوخی که نیست دختر یکی یه دونه آدم. مامان جان مزاح کردم. هانیه دستمال. بله خانم، چشم، الان میارم. بفرمایید. آقا پارسا خیلی سنتی اومد خواستگاری یا از قبل همدیگر رو میشناختید؟ خودشون همدیگر رو پسندیدن. البته تمام مدت من از رابطهشون خبر داشتم. خیلی خوبه، ولی آدم که نمیتونه مدام همراه دخترش باشه، هر لحظه هر جا کنترلش کنه. نه، ولی میشه یه جوری تربیتش کرد که خیال آدم از هر بابتی راحت بشه. البته من به خوبی تربیت شما شک ندارم آقای پورسلی. هیچی نمیخوری یا؟ بذاره از این باقای قاطق برات بریزم، خیلی خوشمزه است. حدیث چی شد؟ به چیز حساسیت داره؟ نه، کمی نمیکن. پس بوی غذا حالشو به هم زد. این حالت حالت بارداریه.
طبیعیه. این حالی که الان بهش دست داد مشخصه که بارداره. حالتون خوبه آقا جون؟ هنوشی یه جوی تربیتش کرد که خیال آدم از هر بابتی باید شد.